میخوایم راجع به شوره سر، عوامل ایجادش و راهکارهای رفعش با هم دیگه صحبت بکنیم. خواهید دید که چقدر نکات جدید و مهمی رو یاد میگیرین. اولا اینکه من اینو بهتون میگم، ما با افتخار فقط داریم اینجا بهتون سبک زندگی آموزش میدیم و این سبک زندگی برای اولین بار تو کشور این گام اساسی رو شروع کردیم و میدونم که خیلی ازش استقبال خواهید کرد و اثراتش رو توی زندگیتون خواهید دید. اگر شوره سر داری یادت باشه شوره سر مربوط به چند تا عامل میتونه باشه. یک، ممکنه که مشکل معده داری و خشکی در معدت زیاد شده و یا سوء مزاج صفراوی و یا سوداوی معده داری که بخاراتش داره باعث میشه که مغز و یا همون دماغت هم درگیر بشه. پس دوم، ممکنه که خود اصلا دماغت درگیر باشه، یعنی مغزت درگیر باشه و سوء مزاجی برش غالب شده باشه، مثلا یه سوء مزاج خشکی گرفته باشه که علتای ایجادش رو جلوتر بهت میگم. پس اگر که تو نیاز به پاکسازی بدن داشتی میتونی بری کلیپ های من که راهکار بسیار ساده پاکسازی هست رو بری اونا رو ببینی و اونا رو انجامشون بدی و خودت خواهی دید که چقدر شوره سرت کمتر خواهد شد. اما میخوام راجع به عوامل دیگه ایجاد شوره سر بهت بگم. اولا اینکه سعی بکن از شامپوهای شیمیایی کمتر استفاده بکنی و از شامپوهای گیاهی استفاده کنی، به خصوص شامپوهایی که داخلشون ختمی داره. البته یه سری راهکار ساده تر هم جلو خدمتت خواهم گفت جلوتر. خب بعدی، عدم مصرف زیاد شکلات و قهوه است، به خاطر اینکه خشکی رو در خون زیاد میکنه و خود این در دراز مدت میتونه باعث این اتفاق بفشه و شوره سر بیاد به سراغت. تندی و ترشی، اگه تو تندیجات مثل فلفل ادویه‌جات و ترشیجات رو زیاد استفاده بکنی، اینا خوش کننده عصب هستن. یعنی چی؟ مغز من که یک سیستم کامل عصبیه، به خاطر افراط در مصرف تندی و ترشیجات میتونه آروم آروم خشکی بیاد سراغش و بعد از مدتی قطعا خب شوره سر هم میاد به سراغت. پس سعی بکن در مصرف ترشیجات افراط نکنی و تندیجات هم سعی کن بگذاریشون کنار. استراب و استرس هم به جهت اینی که میتونه خشکی مغز رو زیاد بکنه، میتونه یکی از عوامل ایجاد شوره سر باشه. حتما اون ذکر معروف منو میدونید دیگه، یه موقعای مشکلاتی که نمیتونی حلشون بکنی و از پسشون بر نمیای، فقط کافیه که خیلی راحت بشینی و اون مشکل رو بنویسیش روی تیکه کاغذ، مچالش بکنی و بندازیش داخل سطل آشغال، از توی ذهنت پاکش بکنی. حالا خودمونی و خیلی شوخ طبعانه ما معمولا میگیم که اون فکر منفی که همیشه دنبالت بوده رو بفرست به درک و بندازش دور. مصرف غذاهای خشک خودش باعث خشکی کبد و قطعا در دراز مدت، خب چون معدرم خوش میکنه، کبدم خوش میکنه و خشکی در بدن گسترش پیدا میکنه، باعث شوره سر میشه. پس سعی بکن پیتزا و فسفود ها و سوسیس و کالباس رو این مقدار مصرفش رو کمتر بکنی و اگر میخوای ازشون استفاده کنی با فاصله استفاده بکنی. البته اونایی که میخوان سالم زندگی بکنن که به ندرت از اینها استفاده میکنن. حالا اگر که تو یبوست داری، این رو بگم خیلی مهمه، اگر یبوست داری مطمئن باش که هیچ وقت شوره سرت برطرف نمیشه. برو کلیپ من راجع به یبوست رو ببین، مفصل توضیح دادم اونجا، و بعد یبوستت که برطرف بشه خودت خواهید دید که آرام آرام خشکی سرت و حتی افکار منفی و شوره سرت هم بسیار بسیار بهتر خواهد شد. حالا سری راهکارهای بسیار ساده میخوام بهت بگم. اولیش اینه، شما از لعاب گل ختمی استفاده بکن. گل ختمی رو به اندازه 30 گرم بریز داخل یک ظرفی، آب جوش روش بریز، بگذار یه 2-3 دقیقه بمونه و بعد آرام آرام این رو فشارش بده که اون موسیلاژش خارج بشه و بعد صافش بکن. این رو میتونی توی حمام و یا اینکه نیم ساعت قبل از استحمام روی موات بکشی و روی حتی ریشه‌های سرت هم برسونی، چون تقویت کننده مو هم هست، و بعد از کلاه آرایشی استفاده بکنی و بعد در حمام
وقتی که رفتی بشوریش، فوق العاده است در رفع شوره سر بهت کمک میکنه. حالا میتونی حتی روغن مالی هم انجام بدی، حتی روغن مالی بعد از استحمام که حالت دهندگی موت رو هم بهتر میکنه. چه روغنی؟ روغن بنفشه بادام شیرین بسیار بهت کمک میکنه، یا اینکه خود روغن بادام شیرین رو هم میتونی ازش استفاده بکنی. البته اونایی که موهای لختی دارن میتونن از روغن نارگیل هم بهره ببرن. بعد میدونید که اصلا خود روغن بادام شیرین رو که برای موهاتون استفاده میکنید و به پوست سرتون هم ماساژ میدید، خود این تقویت مغز هم میکنه و برای تقویت حافظتون بسیار بسیار فوق العاده است. یه مسئله هم حتما در نظر بگیر. ببین، اگر شوره سر داری نباید با حرارت زیاد موهات رو خشک بکنی. یه مقداری سشوارت رو از سرت فاصله بده و بعد اونطوری موهات رو خشک بکن، به خاطر اینکه خود اون حرارت زیاد باز دوباره باعث میشه که شوره سرت بیشتر بشه. راجع به رنگهای شیمیایی، خب بله، میدونم که بالاخره برخی از خانوما حاضرن کشته بشن و زیبا بشن، اما ببینید الان رنگ‌های گیاهی هم در بازار زیاد شده، به نظرم از اونا استفاده بکن. البته اون زیبایی اون رنگ‌ها رو خب طبعا نمیتونه داشته باشه، اما خب بالاخره اگرم از رنگ شیمیایی داری استفاده میکنی، این مقداری فاصله استفادهش رو حداقل بیشتر بکن، چون خود اونم باعث بالا رفتن حرارت در موها، باعث ریزش مو، باعث خشک شدن مو و شوره سر میتونه بشه. حالا آیا میتونی خودت یه شامپو خونگی به ما معرفی بکنی؟ بله، این شامپو رو خودت تو خونه میتونی درست بکنی، هم برای تقویت مو خوبه، هم خشکی و موخوره رو برطرف میکنه و هم شوره سرت هم به راحتی با همین روش برطرف میشه. به خصوص خانمایی که موهاشون میشکنه میتونن از این روش استفاده بکنن. این ترکیب این هستش که شما سرت رو با این ترکیب، یه مقداری ختمی رو که یاد دادم چطوری به جوشونی و آمادش بکنی، ختمید که آماده شد داخل حمام توش مقداری سدر و مورد بریز، هر دو هم به یه نسبت باشن، بعد این رو بگذار روی سرت داخل حمام. جالبه بدون که ختمی، وقتی که به خصوص گفتم اون مسیلاژش فشار بده که داخل اون آب بدید، وقتی که ازش استفاده کنید که حتی این مقداری مثل شامپو کف میکنه. ختمی و سدر و مورد رو بگذارید ترکیبش روی سرتون به مدت 5 دقیقه تا 8 دقیقه بمونه، کافیه بمونه روی سرتون، هم تقویت کننده است و همین که خیلی کمک میکنه که شوره سرتون به راحتی برطرف بشه. البته میتونید همین ترکیب رو موقع استفاده به شامپوتون هم اضافه بکنید، البته نباید بگذارید بمونه، به این جهت که مواد نگهدارنده ندارن این ترکیبتون، به سرعت کپک میزنه و فساد درش ایجاد میشه. این نکات فوق‌العاده‌ای که یاد گرفتی به دیگرون هم آموزش بده و به دیگرون هم این ویدیو رو توصیه کن حتماً.